درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. علی دایی اسطوره فوتبال کشورمون توی یه مصاحبه جالب و جنجالی در مورد مسائل مختلفی صحبت کرد. دایی فاش کرد که دوبار وزارت ورزش رو بهش پیشنهاد دادن ولی هیچ وقت نخواسته از مردم جدا بشه و به جمع مسئولین جمهوری اسلامی اضافه بشه. شهریار فوتبال کشورمون با قدرت از قراردادهای میلیاردی بازیکنان فوتبال در ایران حمایت کرد و در مورد خداحافظی سید جلال حسینی هم صحبت کرد که دعوت میکنم این مصاحبه رو تماشا کنید. الان تو منطقه یک بخوایی بگیری باید 35 میلیارد بدید. چند سال باید یه ورزشکار بدوه تا بتونه یه خونه 100 متری بگیره و من مصدومم نشه بازیش ادامه داشته باشه فوقش 10 سال بتونه کنی قرار دادایی رو ببنده. یه سوال حالا فرمودید سید جلال حسینی 20 سال تونس بازی کنه روزان خدافزی کرد. ببینید به ندرت اتفاق میفته یه بازی کنه سید جلال بیاد و به قول شما 20 سال بتونه بازی بکنه. جز نوادره و خود سید هم جز نوادر فوتبال ما بود و از موقعی که تو فوتبال ما روشت روز بهترین ها بود و به نظر من سید هم از لحاظ اخلاقی هم از روز فوتبالی روز بهتر من بود. آقای دایی شما دوستان لطفا دو سه دقیقه بیشتر زمان ندید. ما الان اسمش میلیاردی شده. شما بناشید سه سال قبل چهار سال قبل دلار بوده چهار خورده ای همین سال سی خورده ای شما اصلا قرار دارید میلیاردی اصلا به نظر من معنا نداره. ما اصلا میلیارد میلیون سالای دم باید مقایسه رو کنید و به نظر من کسایی که باعث خوشحالی مردم میشن و با بزرگشون کار میکنن با تمام بزرگشون تمرین میکنن با تمام بزرگشون از خیلی چیزا میگذرن که خیلی ها شاید شما هم نتونین ازش بگذرین ازش میگذرن و یه فاصله زمانی کوتاه ما کسایی که میلیاردی پول میگیرن یه مدت زمان کوتاه باید آیندهش رو تأمین بکنه تضمین بکنه و به نظر من که قراردادهای میلیاردی حقشونه و ما نسبت به تمام دنیا تو فوتبالمون تو ورزشمون خیلی کمتر بازیکنامون ورزشکارامون میرسیم و اگه من همیشه گفتم من اگه تو آلمان میموندم با توجه به مالیاتی که میدادم الان هلوهوش ماهی 10,000 یورو پول میگرفتم بازنشستگی میگرفتم تو کشور ما که نمیشیدن باید مردش برامون هست و اگه هست به من بگیم یه ورزشکاری که مثلا میلیاردی میگیره خیلی زیاد نیستن اینا باید آیندهشون تبدیل بکنم یه ورزشکار لایه فوتبالیست تو همه جای دنیا تو بهترین مکان زندگی میکنه بهترین امکانات رو داره. شما ایرانی واسه تیم ملی انتخاب ها یعنی تا این حد به تصمیمات جزئی فوتبال وارد شدن ولی خب وضعیت معیشت و اجتماع و دوستای خودتون میبینید نظرتون در این مورد چیه؟ آیا اصلا این شدنیه که سیاسیون بخوام بیان تو ورزش دخالت بکنن اونم به اینقدر صریح و مستقیم؟ ببینید من راجع به این مسئله نظر خاصی نمیتونم بدم و اینو دارم میگم که شما الان فدراسیون فوتبال ما درست داره اداره میشه جواب منو بده کسی هست به مشکلات تیم ملی رسیدگی بکنه
موقعی که ببخشیم تیم ملی فوتبال قطر تو این گرما میره تو اسپانیا اردو میزنه، تیم ملی کشور ما میره تو قطر اردو میزنه، شما خود به خود جواب سوالات تو میگیرید. من کاری ندارم، شما نگاه بکنید. ما فقط تو شعار سیاست به ورزش دخالتی نداره، شعار میدید. وگرنه اگه این را بکنید تو همه دوره ها چنین چیزی بوده، اما من نشیدم که بگه نماینده های مجلس میخوان مربی تیم ملی انتخاب بکنن. ما نشنیدیم. و یه چیزی رو باید باور کنیم که ما یه برهه حساس داریم. همونطور که میگیم تیم ملی باید باعث خوشحالی و نشاط جامعه میشه، باید این فکرم بکنیم که تیم ملی خدای نکرده تو جام جهانی نتله نگیره، چه اتفاقی میفته؟ تنها دلخوشی من نظر خاصی ندارم، چون نه تصمیم گیرندم نه کاری هستم. تیم ملی جام جهانی با این وضعیت به نظر شما میتونه نتیجه بگیره؟ ببینیم با چه وضعیتی؟ وضعیت مدیریتی افتضاح. ببینیم تنها مدیریتی نیست، شما باید ببینیم امکاناتی که تیم ملی ما داره همش هم باعثش مدیریت باید این امکانات رو فراهم بکنه. بعدش ما متاسفانه شعار داریم میدیم و عادت کردیم به شعار دادن، همه حرف میزنیم فرداش عمل نمی کنیم. شما نگاه بکنید، مثلا مربی تیم ملی ما میگه ما انگلیس رو میبریم، این ببخشید تو جامعه باعث میشه که مردم هم فکر بکنن که ما میتونیم انگلیس رو ببریم یا نمیدونم فلان تیم رو ببریم. این چیزا نیست. شما نگاه بکنید ما از چه گروهی اومدیم بالا، با چه تیمایی بازی کردیم، خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم. جام ملت‌های عرب نشون داد ما تو چه گروهی بودیم. برزیل میاد 5-1 کره جنوبی رو تو کره جنوبی میبره، ما 2-0 به کره جنوبی میبازیم اونجا. اما ژاپن که اون یکی تیم گروه بوده، یک هیچ با پنالتی میبازه به برزیل. استرالیا تیم سومشون میاد دوباره تو جام جهانی. شما باید خیلی چیزا رو نگاه بکن. من اینا رو میگم که مردم اینقدر امیدوار نباشن یا ما دوتار تبخم نشیم. شما ببخشید انگلیس رو نمیتونی با تیم ملی ما مقایسه بکنی، خود ولز رو نمیتونی، خود امریکا خیلی خیلی سخته تو جام جهانی نتیجه گرفتن. به نظر من با این گروه خیلی هم به شما پیشنهاد دادن، به خود شما هم بحث شده که پیشنهاد دادن که بخواین به عنوان جایگزینی آقای اسکوچی. من نه، حالا برای آخرین سوال، انتخابات نزدیک مردم ایران شما رو میتونن، یعنی فرشته نجات فوتبال میبینن، شما نمیخواین همچنان برای انتخابات بیان جلو و حالا من اگه بتونم فرشته نجات خانواده میتونم باشم، فدراسیون فوتبال جایگاه من نیست. من اگه میخواستم رئیس فدراسیون باشم الان خیلی وقت پیش وزیر ورزش ایران میشدم، چند بار به من پیشنهاد دادن قبول نکردم و قبول نمی کنم. من جایگاه اجتماعی ما بین مردم بودن و با هزار تا از این خود تو مقام ها عوض می‌شود.